کشورهای اسلامی برای کمک مالی به افغانستان تعهد کردند. بیانیه گفتگوی هند و آسیای مرکزی منطقه در مورد تشکیل دولت فراگیر در افغانستان اجماع دارد. آخرین امید مردم افغانستان در حال نزدیک شدن به پایانش موزگیری امریکا در قبال پشنادات امنیتی روسیه طوفان برهم جان 169 نفر را گرفت به نام خداوند مهربان و با عرض سلام به کزیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید لطفا تا آخری ویدیو با ما باشید خبرگزاری 8 صبح خبرگزاری روی گزارش داده است که کشورهای اسلامی در نشست سازمان همکاری اسلامی متحد شدند تا یک صندوق امانتی بشردوستانه برای افغانستان ایجاد کنند. روی ترس به نقل از محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفته است که این صندوق امانتی با حمایت بانک توسعه اسلامی را اندازی خواهد شد. با این حال مشخص نشده که پول اختصاصی یافته برای این صندوق چقدر است؟ شرکت کنندگان نشست سازمان همکاری اسلامی به شمول نمایندگان از سازمان ملل متحد، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ژاپن هستند. در بیانیه‌ای که گفته است که اجازه دسترسی افغانستان به ذخایر منجمد خارج از کشور برای جلوگیری است. فروپاشی اقتصادی داده خواهد شد در مورد چگونگی دسترسی افغانستان به پولهای منجمد شده و اینکه آیا پول مستقیم در اختیار حکومت سرپرست طالبان قرار داده می شود جزئیات بیشتر از سوی شرکت کنندگان نشست سازمان همکاری اسلامی بیان نشده است بیانیه گفتگوی هن و آسیای مرکزی منطقه در مورد تشکیل دولت فراگیر در افغانستان اجماع دارد خبرگزاری صبح سومین نشست گفتگوی هند و آسیای مرکزی به میزبانی دهلی نوروز یک شنبه 28 قوس در حال برگزار شد که اسلام آباد میزبان هفدهمین نشست سازمان همکاری اسلامی بود در نشست هند وزیران خارجه پنج کشور آسیای مرکزی حضور داشتند این نشست بیانیه مفصل را درباره نتایج این نشست منتشر کرده است که در آن به مسائل افغانستان پرداخته شده است وزیران خارجه تاجکستان، هن، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرقزستان در این نشست تاکید کردند که اجماع منطقه‌ای گسترده در مورد مسائل مربوط به افغانستان وجود دارد که شامل تشکیل دولت فراگیر، مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر، ارائه کمک‌های بشردوستانه و حفظ حقوق زنان، کودکان و سایر اقوام این کشور می شود. طبق این بیانیه در مورد نقش محوری سازمان ملل متحد در مسائل افغانستان نیز اجماع منطقه‌ای شکل گرفته است در این بیانیه تروریسم با انواع اشکال و مظاهر آن محکوم شده و بر ضرورت مبارزه با آن تاکید شده است وزیران خارجه هند و پنج کشور آسیایی تاکید کردند که از افغانستان صلحآمیز امن و باثبات حمایت می کنند و باید حاکمیت ملی تمامیت ارزی و اصل عدم مداخلت در امور داخلی این کشور احترام شود آنها به سراحت خواستار عدم استفاده از خاک افغانستان برای پناه دادن آموزش برنامهریزی و یا تأمین مالی اقدامات تروریستی شده است وزیران خارجه هند و پنج کشور آسیا روی اقدام هماهنگ علیه همه هنگ علی هم گروه های تروریستی تاکید کردند وزیران همچنان تصمیم گرفتند که کمک های بشر دوستانه و فوری را به مردم افغانستان ارائه کنند آخرین امید مردم افغانستان در حال نزدیک شدن به پایانش رزاق مامون در صفحه رسمی فیسبوک خود چنین نگاشته است خبرهای عجیب از جبهه مقاومت خبر دست اول مشعر است که پسر مارشال مستقیم تحت حمایت شبکه حقانی قرار دارد و ماهانه خرج افراد انس حقانی به دوش پسر مارشال است تمام جایدادهای خانوادگی آنها محفوظند این پروتکل تقریبا از 20 سال پیش است جالب این است که دکتر تاج محمد جاهد پسر عمومی مارشال فهیم در دوشنبه اکنون مشاور ارشد احمد مسعود شده است در عین حال خبر از پنشیر راکی است که جاهد مقادیر زیاد است مواد خوراکی را از کابل به پنشیر منتقل کرده و به افراد محلی توضیح می کند که از مقاومت دست بکشند و به طالبان ملحق شوند در روزهای اول جنگ در پنشیر کماندان دفاع از منطقه شعبه تعیین شده و مقادیر متنابه از مواد خوراکی باید به مقامتگران توضیح می شد اما کار برعکس شد و پنشیر را تسلیم دادن دکتر تاج محمد مبلغ دولک دلار مصرف کرد تا فامیل های خودش را از افغانستان به تاجکستان انتقال داد یک لک دلار به مولوی فسیودین و یک لک دلار به مولوی امانودین پرداخت نموده و در زم ماهانه خرچ افراد مولای فسیح الدین نیست به دوش حاجی کاتب و دکتر تاج محمد می باشد. اکنون مشاور ارشد احمد مسعود است. مقامچی ها از شنیدن این خبر گیت شدن که چی گپ است؟ موزیگیری امریکا در قبال امنیتی روسیه یک مقام دیپلماتیک امریکا میگوید پیشنهادات امنیتی روسیه شامل برخ مفاد غیر قابل قبول برای غرب است. با گزارش اسپوتنیک، استیون، پفر، سفیر سابق واشنگتن در اوکراین، مدیر سابق شورای امنیت ملی آلات متحده در مورد روسیه و اروپای شرقی، استاد دانشگاه استنفورد و کارشناس ارشد مؤسسه بروکنرز. گفته است پیشنهادات روسیه درباره تضمین های امنیتی مملو است مفاد غیر قابل قبول برای غرب است این دیپلمات امریکایی یادآور شد که وزارت خارجه روسیه پیشنویس اسناد را منتشر کرد که در آن پیشنهادات خود به ایالات متحده را تشریح کرده است وای گفت انتشار عمومی چنین اسناد یک رویه دیپلماتیک عادی نیست با گفته وای شیوهی که مسکو در خواستهای خود را فرمول بندی کرده است نشان می دهد که روسیه سهم جدی در مذاکرات نمی گذارد. طوفان به جان 169 نفر را گرفت. تعداد قربانیان طوفان در فیلیپین به 169 نفر رسیده است. در اثر طوفان قوی رای در فیلیپین تا کنون 169 نفر جان داده است نشریه دی مانیلا تایمز به نقل از گزارشات مقامات دولتی خبر داده است که در منطقه مرکزی ویسایی 129 در نوایی ویسایی غربی 22 نفر ده نفر نایه کاراگاگا هفت نفر در شمال منداناو و یک نفر در جزیره زامباوانگ کشته شدهاند تشکر که تا این دنبا با ما بودید